شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. رئیس سابق راهنمای رانندگی ایران، مدیر عامل جدید پرسپولیس تهران و جانشین حبیب کاشانی شد. پس از سومین شکست پرسپولیس در شهرآورد تهران مقابل استقلال و معرفی اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه، سرپرست پرسپولیس حبیب کاشانی امروز از سمتش استعفا داد. حبیب کاشانی که با حکم علی سعیدلو رئیس وقت سازمان تربیت بدنی در پرسپولیس جای عباس انصاری فرد را گرفت، پس از نزدیک به 2 سال فعالیت در این باشگاه امروز از سمت خود کنارگیری کرد. حبیب کاشانی در تاریخ 11 مهر 1388 است باشگاه پرسپولیس فعالیت خودش رو آغاز کرد. با معرفی شدن اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس در نشست امشب این اعضا، محمد رویانیان بازنشسته نیروهای انتظامی ایران به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد. هیئت مدیره جدید متشکل از محمد عباسی وزیر ورزش جوانان، لطف الله فروزنده دهکردی، محمد رویانیان، علی پروین، محمد پنجلی و محمد حسین نژاد فلاح امشب برگزار شد و محمد رونیانی به عنوان مدیر عامل به جای کاشانی معرفی شد. همینک با جاوید جعفری روزنامه‌نگار ورزشی که از لندن روی خط تلفن با ماست گفتگو می‌کنیم. آقای جعفری، ضمن وقت بخیر به شما در شهر لندن. خیلی‌ها پیشتر از اینها استعفای حبیب کاشانی رو انتظار می‌کشیدن. از زمان اختلافات او با علی دایی سرمربی وقت پرسپولیس منتظر این خبر بودند. شما اومدن مدیر عامل جدید، رفتن کاشانی و کلاً این تغییر و تحولات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من متاسفانه صدای شما رو آقای جعفری نمیشنوم. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. به نظر میاد رابطه آقای دایی و آقای کاشانی روز 25 مرداد توی مصاحبه آقای دایی خیلی واضح شد، جایی که ایشون صراحتاً اعلام کرد که علت این که از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح روز بعد به ایشون برای برنامه دادن برای تیم پرسپولیس وقت داده شد این بود که باید وزیر ورزش در همون روز در روز بعد در واقع اعلام میشد و رأی اعتماد میگرفت. آقای کاشانی دنبال این مسئله بود که قبل از در واقع اون رأی اعتماد بتونه این پست رو تکمیل و تایید بکنه. اونجا به نظر میاد اگر آقای در واقع سجادی رأی می آورد، ایشون دیگه شانسی برای کار کردن پرسپولیس نداشت که بعد از چند هفته الان با شکستی که این تیم داشته خب الان برکنار میشه. در مجموع اتفاق خیلی خاصی نیفتاد. آقای کاشانی یه مدیر غیر ورزشی از این تیم کنار گذاشته میشه و خب نامه ای که ایشون نوشته، اول اومده در نامه خودش اصرار کرده که عدم تمایل داشته به اینکه در این تیم کار بکنه، گفته که من از طریق رسانه ها متوجه شدم که سرپرست موقت باشگاه هستم. بعد گفته مشکلات مالی باشگاه علت عدم موفقیت هست که خب به خود ایشون برمیگرده، ایشون مسئول جذب منابع مالی بوده. مشکل فنی رو از 7 بازیش امتیاز دریافت کردن باز به آینده موکول کرده و گفته که میتونیم با یک جام ما این فصل رو به پایان ببریم که یه مقدارم بعید هست. در نهایت به مظلوم نمایی و اینکه فرصت‌های بعدی انشالله ایشون جبران میکنه اکتفا کرده. به نظر نمیاد که خیلی بازگشت ایشون به ورزش دور باشه، حالا کی، شاید فدراسیون و انتخابات مجمع. آقای جعفری، آینده پرسپولیس رو با سردار محمد رویانیان مدیر عامل جدید پرسپولیس چگونه میبینید؟ فکر کنم خیلی سخت باشه واسه بیننده های فوتبال و علاقمندان فوتبال که ذهنشون رو از یه شخصی که توی عید نوروز بیشتر برای راهنمای و رانندگی چهرش معروف بود و اینکه در رابطه با حوادث خیابان‌ها و اتوبان‌ها صحبت می‌کرد، به مدیر عامل پرسپولیس عوض بکنن. تجربه ایشون نداره، سابقه ای نداره، اطلاعات خاصی به نظر نمیاد از ورزش داشته باشه و میشه گفت بیشتر از اینکه من از آقای رونیا نگران باشم، از آقای عباسی نگرانم که آیا ما امید داشتیم با حضور وزیر ورزش یه مقدار ورزشی‌ها به فوتبال و به ورزش برگردن. اگه قرار باشه که با این روند ادامه پیدا بکنه چه برای سر ورزش میاد. به نظر نمیاد آقای رونیان بتونن در اسرع وقت از این تیم شناختی به دست بیارن و کاری انجام بدن. برگردیم به خود تیم پرسپولیس سرخپوشان پایتخت. تا الان از 7 بازی در لیگ برتر تنها 6 امتیاز به دست آوردن و رتبه 15 جدول رو در اختیار دارن. شما آینده حمید استلی و کادر فنیش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید توی هیئت مدیره جدید آقای پروین هستن و ایشون امروز اظهار کردن که استیلی باید به کارش ادامه بده. خب حمید استیلی رکورد جالبی در چند سال اخیر داشته. در استیلازین مدیر عاملی آقای مهریزی در زمان ایشون برکنار شد و به آقای آجرلو منتقل شد. در تیم شاهین که ایشون مربی بودن آقای مجید حسینی برکنار شدن و آقای گزی هم در پرسپولیس هم آقای کاشانی الان برکنار میشن. رکورد جالبی در فوتبال ایران ایشون به ثبت رسونده. از دانش فنی و مهره چینی به نظر نمیاد خیلی
آینده قوی داشته باشن. ایشون زمانی که با افشین قطبی تیم قهرمان لیگ شد مدعی بود که تیم رو ایشون بسته، ولی خب افشین قطبی از اون فرصت استفاده کرد، در حالی که در حال حاضر تیم رو خودش بسته، خودش تمرین داده و در نهایت الان در مقابل استقلال به راحتی شکست میخوره و با 6 امتیاز ته جدول هست. به نظر نمیاد پرسپولیس شانسی برای اینکه به سهمیه آسیا برسه داشته باشه. قهرمان لیگ رو فراموش کنیم به طور کامل و شاید در جام حذفی با قضا و قدر بتونن یک اتفاقی رو رقم بزنن. متشکرم از جاوید جعفری خبرنگار ورزشی که از شهر لندن با ما همراه بودن. متشکرم.